عظمت خود را دریابید. نویسنده دکتر ویندایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. مقدمه مترجم. همه ما فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای زندگی کردن، لذت بردن و عشق ورزیدن داریم. عظمت دنیای درون به همان عظمت و پهناوری جهان برون است. دکتر ویندایر با فلسفه‌اش که میلیون‌ها نفر را در جهان برانگیخته، به شما کمک می‌کند تا دست در دست او به دنیای بیکران درون خود سفر کنید. آن را بکاوید، به عظمت آن واقف شوید و سپس از آفرینش‌های دگرگونی‌های پویا در زندگیتان بهره ببرید. در طول این سفر برخی اصول و مفاهیمی از زندگی که تا به حال در پس پرده ابهام پنهان بود به راحتی بر شما آشکار خواهد شد. همچنین خواهید آموخت که چگونه احساسات و هیجانات منفی را از قلب و ذهن بزدایید. حالت دست رویدادهای ناگوار و رفتارهای نامطلوب دیگران نشوید و به راستی آزاد زندگی کنید. دکتر ویندایر به شما می آموزد که هرگاه بر کنش خیش متمرکز و خود راستین و شکوهمندتان متصل شوید، به شگفتی در می یابید که توانایی انجام کارهایی را دارید که در گذشته عملی شدن آن را معجزه می خواندید. پیام‌های حیات بخش او شما را مجاب می کند که برای دستیابی به سوداها و آرزوهایتان نباید دست نیاز به سوی دنیا دراز کنید، بلکه تنها با قوانین هستی هم نوا شوید و با توسل به استعدادهای نهفته در ذات و ضمیر خود موانع و مشکلات را کنار بزنید و راه را برای تجلی آنها بگشایید. ویندایر در انتقال نگرش الهام بخش و عمیق خود به شما، گاه شما را میخنداند، گاه میگریاند، گاه به تعجبتان با میدارد و گاه موجب تسلی خاطرتان می شود. خواندن این کتاب و عمل به پیام های حیات بخش دکتر ویندایر بدون تردید یک نقطه عطف و آغاز یک تغییر ژرف و شگرف در زندگیتان خواهد بود. محمد رضا آل یاسین. راز بقای سلول ها. بدن انسان از قوانینی اطاعت می کند که هنوز بسیاری از آنها بر ما مجهول و در زیر نقاب الهام و پیچیدگی شگفت‌انگیزش باقی مانده است. هر سلول ساختمان بسیار پیچیده‌ای دارد. دانشمندان به دنبال تحقیق و بررسی فراوان به این نتیجه رسیدند که هر سلول دارای دو نوع انرژی است. اول انرژی فیزیکی و دوم نوعی دیگری از انرژی که ماهیت آن شناخته نشده و تنها از آن به عنوان منشأ یاد می شود. این انرژی همان عشق، خرد، مشارکت و هماهنگی لایتناهی است که در نهفته ترین هسته زندگی ما نهفته است و همین انرژی است که ضربان قلب کودک را حدود 8 هفته پس از عمل لقاح در رحم مادر به تپش در می آورد. قلب موجودی که هنوز شکل نگرفته است. بدن انسان مجموعه بی نهایت و به مثابه اجتماع عظیمی از موجودات زنده است که در آن میلیون ها سلول و باکتری در چشم و گوش و سایر اندام ها به کار مشغولند. چه عاملی موجب می شود که این اجتماع فشرده به گونه یک موجود واحد عمل کند؟ یا چرا بینی شما نمی افتد و دستتان همیشه آویزان است؟ آنچه موجب می شود که سلول های بدن همواره به درستی به کار خود ادامه دهند و سلامتی را
برای شما به ارمغان آورند هماهنگی، مشارکت و توافق است. یک سلول بدن مانند سایر سلول ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده است. مادامی که بین اجزای سلول عشق و مهر و صلح و صفا و مشارکت و تعاون حاکم باشد، با سلول های مجاور هماهنگ خواهد بود. اما اگر اجزای یک سلول با یک دیگر همساز و متفق نباشند و خشونت و خودخواهی و تعارض بین آنها شایع شود، این سلول حق و حرمت سلول های مجاور را رعایت نکرده و بر آنها چیره می شود و آنها را می بلعد و این کار را آنقدر ادامه می دهد تا در نهایت خود و بیمار را نابود می کند. به بیانی دیگر، تومورهای سرطانی خواه بدخیم و خواه خوشخیم چیزی جز یک ناهماهنگی و هرج و مرج درون سلولی نیست. این سلول نامتعادل با غلبه بر سایر سلول ها مواد سمی را وارد خون می کند و در نتیجه به از بین رفتن یک عضو اصلی یا تحت فشار قرار دادن اعصاب می انجامد. من مدت ها در انستیتوی سرطان شناسی سیمونتون تگزاس مشغول تحقیق و بررسی بودم و پس از پایان تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که هرگاه یک بیمار سرطانی با استفاده از قوه تخیل خود را عضوی از جامعه بشری احساس کند و از صمیم قلب برای هم‌نوعان خود سلامت و سعادت بخواهد، یافته‌های بدن او نسبت به این اندیشه مهرآمیز واکنش نشان خواهند داد و تغییرات به وجود آمده در اجزای مولکول‌ها بر تومورهای سرطانی غلبه می کنند و بهبودی از راه می رسد. عکس این نظام نیز صادق است، یعنی کسانی که در ذهن و قلبشان بذر خشم و کینه و انتقام جویی افشاندند، به زودی تعادل روحی خود را از دست می دهند و درست مانند یک سلول سرطانی بر اطرافیان خود که سلول های دیگر جامعه هستند تأثیر می‌گذارند و زندگی آنها را نیز از توازن خارج می‌کنند. کره زمین هم در میان سایر سیارات به منزله یک سلول است. اگر بتوانیم بر سفینه‌ای سوار شویم و پس از فرود آمدن بر سیاره دیگر به کره زمین نگاه کنیم، آن را سلولی خواهیم یافت و خود را یکی حس خواهیم کرد. هر زمان که در این سلول انبارها از سلاح‌های نظامی انباشته شود و کشتار و جنایت دست جمعی سراسر جامعه را فرا گیرد و نفرت و بغض و حسد و بی‌عدالتی بر اذهان توده مردم آشیان کند، این سلول از تعادل خارج خواهد شد و تمام سلول‌ها از خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده و به نابودی خواهد کشاند. روپرت شتلیک، ریجیس‌شناس مشهور، در کتاب علم جدید حیات فلسفه جدیدی را پیش می کشد که ثابت می کند نحوه تفکر ما نه تنها بر اوضاع و احوال شخص ما که بر اذهان همه انسان‌ها در سراسر جهان تأثیر می گذارد. شتلیک که برای اثبات نظریه‌اش از شواهد علمی و تجربیات بسیاری کمک گرفته، معتقد است که حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمی شود، بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد. اساس فلسفه روپرت شتلیک بر این پایه استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند توسط یک حوزه مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیسی است احاطه شدند و به نحوی با یک دیگر در ارتباطند. کن کایزر در کتابی تحت عنوان صد میمون بر اساس این فلسفه تجربه شگفت انگیز زیر را نقل می کند.
در جزیره دور افتاده در ژاپن تعدادی میمون را از گونه خاصی رها کردند و مقداری هم سیب زمینی در گوشه ای از ساحل قرار دادند و آن را با خاک آلودند. سپس منتظر شدند تا ببینند این جانوران چه واکنشی نشان خواهند داد. در ابتدا چون غذاهای دیگری در اختیار میمون ها بود، هیچ یک توجهی به این سیب زمینی ها نشان نداد، تا اینکه روزی یکی از آنها به سیب زمینی ها نزدیک شد و پس از آنکه آن را با شیوهی خاص شست، با روش مخصوصی شروع به خوردن آن کرد. پس از مدتی هنگامی که تعداد قابل ملاحظه از این میمون ها حدوداً 100 میمون راه این کار را یاد گرفتند، مشاهده شد که در جزیره حدود 100 مایل دورتر میمون هایی که از همان گونه بودند، با اینکه هیچ گونه تماس ظاهری با گروه اول نداشتند، به طرف سیب زمینی ها که تا آن زمان به آن بی‌اعتنا بودند رفتند و به همان شیوه مشغول تناول شدند. به این ترتیب اگر قرار باشد اعضای گونه خاصی از حیوانات با هم به طریقی در ارتباط باشند، مسلماً انسان‌ها هم به وسیله همین نیرو با هم در ارتباطند. با این منطق اگر گره بر ابروان آورید و افکار سیاه و مسموم به ذهن خود راه دهید، تنها خود را نیازرده اید، بلکه شخصی را در آن طرف دنیا نیز پریشان کرده اید. کتاب 100 میمون درباره احتمال جنگ اتمی در آینده هشدار می‌دهد و می‌گوید که اگر تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم معتقد شوند که جنگ هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور گریبانگیر بشر می‌شود، این اندیشه به سرعت در اذهان سایر مردم نیز اشاعه خواهد یافت و به طور حتم جامعه عمل به خود می پوشاند. اگر زندگی کودکان و نسل‌های آینده برای شما اهمیت دارد، چه کاری مهمتر و حیاتی تر از آن است که این اطمینان را به وجود آوریم که جهان آینده قابل سکونت خواهد بود. وقتی از بعضی نوجوانان سوال می کنم از چه چیزی بیشتر در هراسند، بسیاری از آنها می گویند جنگ اتمی. اگر این طرز تفکر بر اذهان عموم مردم رسوخ کند، بدون تردید این خود مردم هستند که موجب می شوند بمب‌های اتمی منفجر شوند. متاسفانه ساخت انواع و اقسام موشک‌ها حاکی از آن است که این ایده در بسیاری از اذهان مستقر شده است. ویکتور هوگو می‌گوید عقیده‌ای که بر اذهان توده مردم جای گیرد و زمان ابرازش فرا برسد، چنان نیرومند است که حتی اگر تمام ارتش‌های جهان متفق شوند، یارای مقابله با آن را ندارند. حال که می دانیم تفکر اشتراکی چنین نیروی عظیمی دارد، چرا آن را در جهت مقاصد مثبت و سازنده به کار نگیریم؟ برای مثال اگر بتوانیم وجدان بشر را در مقابل موزل گرسنگی در سطح جهان بیدار کنیم و بشر را متقاعد کنیم که دیگر گرسنگی قابل تحمل نیست و این فکر را در اذهان جهانیان بنشانیم، بیشک این طرز فکر به سرعت گسترش یافته و به عمل نزدیک می شود. جامع و جهانی بیاندیشید. تحقیقات فراوانی که در مورد تفاوت دیدگاه رهبران و مدیران با افراد معمولی به عمل آمده نشان می دهد که اشخاص برجسته دو تفاوت اساسی با مردم عادی دارند. نخست آن که به دلیل وسعت نگرش کل سیستم را زیر نظر دارد و به یگانگی و هماهنگی در عمل کرده آن می اندیشند. مثلا کارمند یک شرکت فقط به آنچه در حیطه مسئولیت اوست می اندیشد
و نسبت به تأثیر کار خود در بخش‌های دیگر بی تفاوت است، حالانکه مدیر همان شرکت تصویر وسیع‌تری را پیش رو دارد و تأثیر کار هر بخش را بر بخش دیگر کنترل می کند و به سود و زیان می اندیشد. دومین تفاوت در نظر داشتن تأثیر دراز مدت عملکرد در وضعیت آینده شرکت است. اما مدیر یک شرکت نیز نسبت به مقام بالاتر خود دیدگاه محدودتری دارد و این روند همچنان ادامه می‌یابد. بسیاری از مردم در مقابل مسائل جهانی بی اهمیتند. آنها می‌گویند چه کاری از دست من برمی‌آید؟ چگونه می‌توانم در برابر معضلاتی که بر جهان سایه افکنده تأثیر بگذارم؟ این نوع تفکر نشان می‌دهد که شخص زاویه دید خود را به اطراف خیش محدود کرده است. افرادی که دید جامع و جهانی داشته باشند، دامنه دیدشان از سطح خانواده، شرکت، کشور و قاره می‌گذرد و کل جهان را در بر می‌گیرد. دنیا بر پاشنه مشارکت و تعاون می‌چرخد. در دورنج هر فرد در یک گوشه از جهان در دورنج کل بشریت است. بیکاری و گرسنگی یک فرد در آن سوی جهان مسئله است برای تمام افراد بشر. ما نه تنها با تمام مردمی که در حال حاضر در جهان زندگی می کنند یکی هستیم، بلکه با آنهایی که از روز ازل پا به این کره خاکی گذاشتند و نیز آنهایی که از این پس زاده خواهند شد، تنی واحد را تشکیل می دهیم. عشق مرز نمی شناسد. بسیاری از مردم مایلند عشق خود را صرفاً نثار کسانی کنند که سزاوارش می پندارند، در صورتی که همه افراد این شایستگی را دارند. مهاتما گاندی برخورد فیلسوفانه‌ای با این واقعیت دارد. او میگوید از گناه بیزار باش، اما گناهکار را دوست داشته باش. تا زمانی که عشق و محبت ما سراسر جهان را در بر نگیرد، تضاد و دوگانگی ادامه خواهد داشت. تو در مقابل من، ما در مقابل آنها، سفید در مقابل سیاه، آمریکایی در مقابل روسی و همه اینها به دلیل تعارض ما با نوع دوستی، یگانگی و مشارکت است. به خاطر می آورم که زمانی مادر بزرگم تحت مراقبت و پرستاری مادرم بود. او لباسهای این پیرزن 90 ساله را عوض می کرد، غذا در دهانش می گذاشت و مانند بچه از او پرستاری می کرد. برایم جالب بود. یک بار خندیدم و گفتم نمی دانم مادر کیست و بچه کدام است. آیا چند وقت پیش این رفتار معکوس نبود؟ باید باور کنیم که همه یکی هستیم و رنج بشریت رنج خود ماست. این وظیفه سیستم آموزشی است که این طرز فکر را در اذهان مردم جامعه زنده کند. یک ضرب المثل چینی میگوید اگر فقط به فکر سال آینده هستی بذری بکار، اگر به 10 سال دیگر میاندیشی نهالی، و اگر به 100 سال دیگر فکر میکنی در آموزش و ارتقاء فرهنگ جامعه بکوش. اگر تعلیم و تربیت اشاعه یابد و وجدان بشری بیدار شود، نیرو و هزینه‌ای که صرف جنگ و درگیری در سراسر جهان می شود در جهت رفع نابسامانی، گرسنگی، بیکاری و آموزش صرف خواهد شد. متاسفانه دروغ، تظاهر، تقلب که در جامعه بشری ریشه دوانده می رود تا روزی تار و پود آن را در هم پیچد و مرگ و انهدام دست جمعی را به دنبال داشته باشد. سالها پس از این فاجعه نسل‌های بعدی پیام‌های حیات بخشی را که از زبان فیلسوفان و
رهبران مذهبی در مورد یگانگی و تعاون و اتفاق بیان شده بود به خوبی درک خواهند کرد و باورشان خواهد شد که انسان‌ها یکی هستند و آنچه باید هر انسانی به انسان دیگر ارزانی دارد عشق است و دیگر هیچ. موفقیت را با زندگیتان بیامیزید. موفقیت قریحه‌ای طبیعی و ذاتی است و شخص موفق نیازی به جستجوی آن ندارد. او با این نگرش درآمیخته است و در نتیجه به هر کاری دست بزند موفقیت را در آن پدید می آورد. من هرگز معتقد نیستم که لازمه موفقیت و درآمد کلان سخت کوشی و جانفشانی است، بلکه برعکس شخصی موفق است که به هر کاری دست بزند بیدرنگ دوستان فراوان و درآمد سرشاری را به سوی خود جلب می کند. با منعقد کردن یک قرارداد نان و آبدار موفقیت به دست نمی آید. به بیانی دیگر، اگر در کسب و کار خود فقط افکارتان را روی میزان درآمدتان متمرکز کنید و به رضایت مشتریان خود بی‌اعتنا باشید، یا اگر درآمد شما از درصد کمیسیون حاصل می شود فقط به میزان دریافت کمیسیون خود توجه داشته باشید، بدانید که با موفقیت فاصله زیادی دارید. برای دسترسی به موفقیت و کامیابی باید خود را فراموش کنید و فکرتان این نباشد که سهمتان از این تلاش چیست و آیا ارزش دارد که وارد این ماجرا شوید یا خیر. برعکس، خوشنود و شادمان و با روحیه قوی و بدون تردید در جهت آمال و آرزوهای خود گام بردارید تا بتوانید زندگی را همانطور که دوست دارید بسازید. آنگاه شاهد خواهید بود که موفقیت و ثروت بیش از آن که تصورش را می کنید به دنبال شما خواهد آمد. آنچه برای من در حرفه‌ام اهمیت دارد مأموریتی است که به عهده گرفتم. با این وجود هر وقت به صندوق پستی دفترم مراجعه می کنم و قطعه چکی در آن نمی بینم شگفت زده می شدم. در صورتی که چند سال پیش اگر گاهی چکی را در صندوق پستی منزلم می یافتم توجه می کردم. من در حرفم به دنبال درآمد و موفقیت نیستم، بلکه این درآمد کلان دوستان فراوان و شهرت است که به دنبال من می آید. بد نیست برای روشن شدن مطلب به یک حکایت قدیمی اشاره کنم. میگویند روزی بچه گربه‌ای در یک کوچه به این سو و آن سو می پرید تا دم خود را بگیرد. گربه‌ای به او نزدیک شد و سبب کار را پرسید. بچه گربه گفت: در درس فلسفه مدرسه آموختم که مهمترین چیز برای گربه شادمانی است و این شادمانی در دم گربه قرار دارد. بنابراین با خودم حساب کردم اگر تلاش کنم روزی دم خود را بگیرم برای همیشه به شادمانی دست می‌یابم. گربه گفت: من تمام عمرم در کوچه پس کوچه ها پس زدم و این فرصت را نداشتم به مدرسه بروم. با این وجود عجیب است که من هم این واقعیت را دریافتم، اما تفاوت بین آنچه تو آموخته‌ای و آنچه من تجربه کردم آن است که من نیز به این واقعیت پی بردم که اگر با اطمینان در مسیر اهداف خود پیش بروی، هر جا که بروی شادمانی در پی تو می آید. مرغابی یا عقاب. در بیشتر فروشگاه های آمریکا جوانکی کنار صندوق ایستاده است تا پس از آنکه صندوقدار کالای مشتری را حساب کرد آن را در کیسه بریزد. بعضی از این متصدیان توانایی آن را دارند که فقط برای یک صندوقدار کار کنند و کالای حساب شده در یک صندوق را در کیسه بریزند. این افراد معمولاً ضعیف و رنجور به نظر می رسند و با بی‌میلی کار می کنند و پول ناچیزی هم در قبال کارشان می گیرند، در حالی که از دیدگاه خودشان بسیار کارآمدند و حتی فکر می‌کنند عملشان نسبت به سایر همکارانشان
بهتر و سریعتر است. ظاهراً این تصور به وجود می آید که خمودگی این افراد به خاطر درآمد ناچیزشان است. اما در واقع چنین نیست، زیرا چند قدم آن طرفتر و در همان فروشگاه جوانک دیگری با همان میزان حقوق و مزایا در خدمت دو صندوقدار است و او هم از دیدگاه خودش شخصی کارآمد و تواناست. طبیعی است بعد از گذشت چند سال کارکنان فروشگاه ترفیع می‌گیرند و بر حقوق و درآمدشان افزوده می‌شود. اما جوانکی که با بیمیلی فقط کالای یک صندوق را در کیسه می‌ریزد، از این ترفیع و افزایش حقوق بی‌نصیب می‌ماند. او این کار مسئولین را غرض‌ورزی و تعصب تلقی می‌کند و هنگام سر می دهد و زمین و زمان را به باد دشنام و ناسزا می گیرد. مثلا می گوید آنها مرا دوست ندارند چون خیلی قد بلند هستم و یا چون خانوم هستم در کار خودم در جا می زنم و به این ترتیب در تمام مدت کارش تا مرز بازنشستگی با بهانه های واهی گناه خمودگی های خود را به گردن این و آن می اندازد. یک ضرب المثل قدیمی میگوید هرگز مرغابی های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید. در دنیا مرغابی های فراوان یافت می شوند، اما فقط تعداد محدودی عقاب وجود دارد و شاق ترین کار در دنیا آن است که یک مرغابی را وادار کنید که مانند یک عقاب رفتار کند. مرغابی ها مرغابی وار فکر می کنند و دید محدودی دارند و تلاش برای آموختن خلق و خوی عقاب‌ها به آنها بی نتیجه است. سال گذشته از من دعوت شد تا به اورلاندو سفر کنم و چند جلسه سخنرانی داشته باشم. اتاقی که برای اقامتم در نظر گرفته بودند در موقعیت بسیار زیبایی بود و سرویس خاصی داشت. صبح اولین روز اقامتم طبق معمول برای دویدن از هتل خارج شدم و ساعت حدود 10 بود که بازگشتم. یک راست به رستوران هتل محل اقامتم رفتم و تقاضای صبحانه کردم. پیش خدمت گفت صبحانه بین ساعت 7 تا 10 صبح سرو می شود. اما مسئله نیست، می توانم برایتان فراهم کنم. آیا چیز دیگری هم میل دارید؟ گفتم مقداری کیک هم بد نیست. او به سرعت به طبقه پایین که آشپزخانه در آن قرار داشت رفت و در یک چشم به هم زدن صبحانه را جلویم گذاشت. صبح روز بعد مجدداً در همان ساعت به رستوران وارد شدم و متوجه شدم که پیش خدمت شخص دیگری است. از او تقاضای صبحانه کردم. با لحن خشک و محکمی گفت متاسفم قربان، زبان صرف صبحانه بین ساعت 7 تا 9 بامداد است. گفتم این را می دانم، اما من همین چند دقیقه پیش ورزش صبحگاهیم را تمام کردم و تا چند دقیقه دیگر هم باید در محفلی سخنرانی کنم و یک لیوان آب پرتقال هم برایم کافی است. او گفت لطفاً خوب به تابلو نگاه کنید، بسیار روشن و واضح نوشته شده است که صبحانه بین ساعت 7 تا 9 صبح سرو می شود. آیا می خواهید مرا از کارم اخراج کند؟ ملاحظه کنید که چه تفاوت فاحشی در دیدگاه یک مرغابی با یک عقاب وجود دارد. به شما اطمینان می دهم که اگر مسیر زندگی این دو نفر را تعقیب کنید، مشاهده خواهید کرد که عقاب از جا بر می خیزد، پیش می رود و وارد میدان کارزار و عرصه پرتلاش زندگی می شود و سپس اوج می گیرد و به ترفیع مقام می رسد. اما مرغابی به همان کاری که دارد بسنده می کند و یا حتی با زبونی و ذلت به کارهای حقیرتر تندر می دهد و هرگز هم از این که چرا در کارش در جا می زند سردر نمی آورد. عوامل آموزشی هم در مورد افرادی که فاقد زمینه های روحی و تربیتی مناسب هستند اثرات بارزی بر جای نمی گذارد. درست مثل این که بخواهید به مرغابی بیاموزید
که مانند عقاب پرواز کند. مراقب دام مرغابی ها باشید. چندی پیش در فرودگاه شیکاگو قصد داشتم به فورت لاتل به مسافرت کنم. پرواز مورد نظرم به دلایلی لغو شد. به فکر افتادم با هواپیمایی که مقصدش وستفالن بود و 45 دقیقه بعد ترکت میکرد سفر کنم و فاصله 20 مایلی این شهر را تا مقصدم با اتومبیل طی کنم. به مسئول مربوطه مراجعه کردم و از او خواستم نام مرا جزء مسافران وستفالن بنویسد. او نگاهی به دستگاه کامپیوتر کرد و گفت ما نمی توانیم این کار را بکنیم. گفتم چطور؟ گفت در برنامه‌ای که در کامپیوتر ذخیره شده فورت لاتل و وستفالن دو شهر جداگانه محسوب می شوند. متاسفم. شما باید 4 ساعت منتظر شوید و با هواپیمای بعدی که ما برایتان در نظر گرفته ایم پرواز کنید. گفتم شما پرواز مرا لغو کرده اید و نمی گذارید با پرواز دیگری که 90 صندلی خالی دارد پرواز کنم. فقط به خاطر اینکه کامپیوتر به شما چنین اجازه نمی دهد؟ گفت همینطور است، هیچ کاری از من ساخته نیست. گفتم میل دارم با شخص دیگری صحبت کنم. گفت هر کس دیگری هم بیاید همین حرف را به شما خواهد زد، حتی سرپرست مربوطه. داشت می رفت که سرپرست قسمت را بیاورد، صدایش کردم زیرا می دانستم که پشت این درها چیزی وجود ندارد جز یک حوض پر از مرغابی. در حقیقت او قصد داشت مرغابی دیگری را با خود بیاورد تا مرا مجاب کند. به او گفتم میل دارم با کسی صحبت کند که پیشانیش معتقد نباشد این کار شدنی نیست و به این ترتیب نزد عقابی هدایت شدم و همه چیز همانطور که میخواستم انجام شد. دنیا پر از مرغابی است، باید مراقب باشید که خودتان یکی از آنها نباشید و هنگام مراجعه به مؤسسات در تله های بازیدهندهی که مرغابی ها می گسترانند گرفتار نشدید. از کلام تا اقدام. در این اجتماع پرتنش و قوقاگر که صنعت با سرعت سرسام‌آوری پیش می رود، متاسفانه انسان بعضی از اصول اساسی را به فراموشی سپرده است. من بارها به مردم گفتم که از ابراز عقیده تنها نتیجه حاصل نمی شود. آنچه موجب تغییر می شود تعهد و عمل است. اگر شما مخالف گرسنگی مردم جهان هستید ولی کوچکترین گامی در جهت رفع این معضل بر نمی دارید، در حل آن نقشی ایفا نمی کنید، بلکه با بی‌تفاوتی بر این آتش دامن می زنید و در حقیقت جزء افرادی هستید که شدیداً احساس مسئولیت می کنند اما دست به هیچ اقدامی نمی زنند. تحقق بخشیدن به آرزوهایتان دو شرط دارد. اول آنکه هر آنچه را می‌خواهید در پرده خیال مجسم کنید و دوم آنکه مشکلات و موانع را به فرصت‌هایی تبدیل کنید و در راه حصول آن هر تلاشی را به جان بخرید. مثلا اگر قرار باشد حرکت خاصی انجام دهید یا رابطه خود را با کسی تغییر دهید یا 10 سال هر روز 20 ساعت به کار بپردازید، پذیرای آن باشید. بیشتر مردم مایلند در مقابل 1 یا 2% مایهی که از خود می‌گذارند 100% بهره برداری کنند و تنها به چیزی که فکر نمی‌کنند تعقیب پیگیرانه اهداف است. برای مثال اگر به افرادی که مایلند وزن خود را کاهش دهند پیشنهاد شود که باید ورزش کنند و از خوردن شیرینی بپرهیزند، بیشتر آنها خواهند گفت تا
تو میخواهی من روزی 8 مایل بدوم یا انتظار داری از خوردن این غذاها و شیرینی ها چشم بپوشم؟ اجازه دهید برای روشن‌تر شدن مطلب ماجرایی را برایتان تعریف کنم. مسئولین فروشگاه بزرگ میسی تصمیم گرفتند عده‌ای را استخدام کنند و پس از آموزش‌های لازم آنها را به مدیریت بخش‌های مختلف فروشگاه بگمارند. اتحادیه صنفی با این تصمیم مخالفت کرد و پیشنهاد کرد که مدیران باید از میان خود کارکنان فروشگاه انتخاب شوند. مسئولین پس از آنکه جلسه تشکیل دادند اعلام کردند که قصد دارند یک دوره آموزش مدیریت بگذارند و کسانی که این دوره را با موفقیت بگذرانند گواهینامه پایان دوره را دریافت داشته و به جمع مدیران بپیوندند و از مزایای آن نیز بهره‌مند شوند. علاقمندان می بایست روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 5 تا 7 در این دوره شرکت می کردند. فکر می کنید چند درصد از کارکنان این فروشگاه از این برنامه استقبال کردند و در آن اسم نوشتند؟ فقط 3%. 97% بقیه گفتند انتظار دارید پس از کار در ساعات اداری تازه 2 ساعت هم اضافه بمانیم و به این مزخرف ها گوش کنیم؟ خیر، خیلی کار داریم که باید انجام دهیم. اهمیت تعهد در عمل تا این اندازه است که اگر فرد نسبت به کم اهمیت ترین مشکل اجتماع خودش قدم کوچکی بردارد، بهتر از آن است که نسبت به بزرگترین مشکل بشری فقط ابراز عقیده کند. اگر عقاید با تعهد و عمل نیامیزند، پوچ و بی‌معنی خواهند بود. انسان متعالی کسی است که نسبت به سخنان خود متعهد باشد. افرادی که کلامشان با عملشان مطابقت ندارد مجبورند واقعیت‌ها را تحریف کنند و در بعضی از موارد به مبالغه و گزافه‌گویی بپردازند. از همین رو نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد. چگونه می توان از یک سو در مقابل چشمان فرزندان اوراق مالیاتی را با مطالب دروغین پر کرد و در این حال از آنها انتظار داشت که درستکار و صادق باشند؟ یا چگونه می توان دود سیگار را به صورتشان دمید و از مضرات اعتیاد با آنها سخن گفت؟ این حقیقت را بپذیرید که آنچه در اندیشه شماست چندان اهمیتی ندارد. مهم عملی است که انجام می دهید. هنگامی که مهاتما گاندی پیشوای بزرگ هند در ایستگاه راه‌آهن کلکته و در میان اندوه جمعیت این شهر را ترک می‌کرد، شخصی یادداشتی به او داد تا قبل از ترک آنجا پیامی به مردم خود بدهد. او گفت من خود پیامم. او که مرد عمل بود از مردمش می‌خواست تا از اعمال او پیامش را دریابد. عظمت خود را دریابید. عده‌ای از جوانان از من می‌پرسند که آیا آنان را در زندگی برنده می‌دانم یا بازنده؟ پاسخ من این است: همه شما در اصل برنده خلق شده اید. شما از لحظه‌ای که قدم به این دنیا می‌گذارید قهرمان هستید، زیرا صدها میلیارد اسپرم در یک مسابقه شرکت کردند و جایزه آنها دسترسی به تخمک بوده است. شما حاصل لقاح اسپرم برنده با یک تخمک هستید. بنابراین در اولین مسابقه‌ای که شانس برنده شدن در آن 1 به چند میلیارد بوده برنده شده اید.
و اگر غیر از این بود اکنون مشغول خواندن این کتاب نبودید. یقیناً با قطعات مقوایی پازل که با قرار دادن در کنار هم تصویری را تشکیل می دهند آشنا هستید. کره زمین را می توان به پازلی تشبیه کرد که حدود 6 میلیارد قطعه است و هر یک از این قطعات در حکم انسانی است که در این کره خاکی زندگی می کند. شما هم یک سلول از خانواده بشری هستید و اهمیت شما تا به حدی است که بدون وجودتان این پازل که جامعه بشری است ناقص خواهد بود. سهم شما از توانگری چیست؟ شما هر که باشید و در هر جا آنچه را که آرزو می کنید از شادمانی و موفقیت و ثروت و توانگری تا تندرستی و زیبایی و کار رضایت بخش پیشاپیش در اختیار دارید. فقط باید خود را دست کم نگیرید و باورتان شود که استحقاق به دست آوردنش را دارید. آنگاه به راستی آن را بخواهید، مشتاق پذیرفتنش باشید. اصل کلی حیات می گوید برای برآوردن آرزوهایتان باید در دنیای درون به جستجو بپردازید. اگر در پی ثروت هستید، انتظار نداشته باشید که توانگری از دنیای دیگر به ناگهان از راه برسد و شما توانمند شوید. جهان ربریز از نعمت و ثروت و فراوانی است و شما بر حسب اعتقاد و انتظارتان از این خانه گسترده بهره می‌برید. فقط کافی است به آنچه در آرزویش هستید اعتقاد داشته باشید و خود را سزاوار آن بدانید. روزی خانمی از من پرسید چه موانعی بر سر راه شادمانی و نشاط او وجود دارد؟ گفتم تنها مانع موجود همین اعتقاد شما به وجود موانع است. زیرا به محض آن که فکر کنید موانعی وجود دارد، نیاز برای آفریدن موانع در شما پدید می آید و ناخودآگاه به جستجویشان خواهید پرداخت. بنابراین برای اینکه به شادمانی دست یابید، باید باور کنید که هیچ مانعی بر سر راه شما وجود ندارد. علت اصلی این که جماعت بسیاری در زندگی در جا می‌زنند این نیست که توانایی و مهارت لازم را برای کاری ندارند، بلکه آنان خود را دست کم می‌گیرند و برای رسیدن به درجات بالاتر شایسته و برازنده نمی‌دانند. مصاحبت و ارتباط این افراد تنها با کسانی لذت بخش است که از طبقه اقتصادی خودشان باشند. شما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ بشری به طور طبیعی خواه در ساحت مادی و خواه در عرصه معنوی توانگرید. پس خود را همان گونه که میل دارید باشید در آینه دل بنگرید و به استقبال نعمات و فراوانی های کائنات بروید و به آن متصل شوید. یقیناً هر آنچه بر پرده خیال مجسم می کنید از کره مریخ نخواهد آمد، بلکه همینجا و در همین جهان وجود دارد. اگر چنین نبود شما توانایی مجسم کردن آن را در ذهنتان نداشتید. چندی پیش مطالعات جالبی در زمینه بررسی تأثیر جسمانی ذهنی در رسیدن به هدف انجام گرفت. در این آزمایش از 3 نفر که قبلاً شاغل بودند تقاضا شد که میزان درآمد ایدئال خود را بگویند. آنها به ترتیب 10,000 دلار، 25,000 دلار و 250,000 دلار در سال را به عنوان یک رقم ایدئال در نظر داشتند و جالب این که تصورات ایدئالی هر یک در ضمیرشان جان گرفت و 3 ماه بعد تحقق یافت و هر کدام از آنها شغل مورد نظر خود را با همان درآمدی که در انتظارش بود به دست آورد. درآمد هر یک از این افراد با میزان مهارت و توانایی او متناسب نبود، بلکه اعتقاد به
سزاوار بودن هر یک سبب شده بود که ذهنیتش تحقق یابد. شخصی که درآمد 250,000 دلار را برای خود طلب می کرد، به کمتر از این مبلغ رضایت نمی داد. در نتیجه تصاویر مناسب در ذهنش به وجود آمد، توقعش افزون شد و سرانجام آن را به دست آورد. اگر شما خود را شایسته شغل منشیگری بدانید، انتظار خود را از یک حرفه در حد منشیگری محدود کرده اید و سپس با تجسم تصاویر مناسب ناخودآگاه رفتارتان در جهت به دست آوردن آن شکل می گیرد. عبور از موانع ذهنی. همانطوری که گفته شد، در راه کسب ثروت و مقام هیچ محدودیتی وجود ندارد. سهم هر یک از ثروت جهانی همان است که خود را سزاوارش می داند. میزان شایستگی و حرمت نفس او هم بیشه در تربیت و باورهایش دارد. پیشرفت و کامیابی صرفاً به این نیست که شخص به امکانات و فرصتهای متفاوتی دسترسی داشته باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد مناعت طبع و حس خویشتن دوستی است. زیرا تنها افرادی از فرصتها سود می‌جویند که خود را شایسته احراز آن بدانند. برای اینکه شنا کردن را بیاموزید، کافی نیست از شخصی بخواهید قواعد آن را برایتان شرح دهد، بلکه باید به استعدادهای خود نیز اطمینان داشته باشید و شنا را کاری سهل و عملی تلقی کنید. سپس لباس شنا بپوشید و وارد آب شوید، دست پا بزنید و احتمالاً کمی هم آب بخورید. اینکه که شنا کردن را آموخته اید، نسبت به زمانی که شنا کردن را نمی‌دانستید تفاوتی احساس می کنید. این تفاوت در مهارت جسمانی نیست، بلکه حال باور کرده اید که می توانید شنا کنید و نیروی ذاتی خود را شناخته اید. چندی پیش خانمی نزد من آمد و گفت که نمی تواند دوچرخه سواری کند، زیرا در دوران کودکی والدینش اجازه ندادند که سوار دوچرخه شود. به او گفتم بسیار خوب، راه بیفت بروید. گفت کجا برویم؟ گفتم دوچرخه ای در گاراژ خانه دارم و می خواهم با آن به تو دوچرخه سواری یاد دهم. گفت به همین سادگی؟ گفتم علت این که دوچرخه سواری نمی دانی آن است که دیگران تو را مجاب کردن که نالایق و دست پا چلفتی هستی و در نتیجه با دست کم گرفتن خودت قدرت نهفته در وجودت را انکار می کنی. برای آنکه دوچرخه سواری بیاموزی فقط کافی است بر ترسی که از پیش در مغزت برنامه ریزی شده غلبه کنی، موانع ذهنی را کنار بزنی و این فکر را از ذهنت بیرون کنی که دوچرخه سواری کار مشکلی است و تو عرضه انجام آن را نداری. آنگاه دست به عمل بزنی و آماده باشی که سوار دوچرخه شوی و حتی چند بار به زمین بخوری. در غیر این صورت فقط می توانی تا آخر عمر والدینت را مقصر بدانی و سرزنش کنی. قوه تخیل. نخستین گام به سوی شکوفایی. آیا می دانید که تفکر ما بر مبنای تصاویری شکل می گیرند که در ذهن مجسم می کنیم و کلمات در آن نقشی ندارند؟ برای مثال وقتی می گویم گل سرخ، حروف گاف لام سین ره خ به ذهن شما نمی آید، بلکه تصویری از گل سرخ در ذهن شما ایجاد می شود. بزرگترین خدمتی که روانشناسان در قرن کنونی به بشریت کرده اند کشف این حقیقت است که تصویر ذهنی همانند یک تجربه به مغز سپرده می شود. وقتی شما تصویری را در ذهن مجسم می کنید، ضمیر باطن حصول آن را قطعی تلقی می کند و با آن مانند تجربه‌ای مواجه می شود که پیشاپیش انجام پذیرفته است. موفقیت، سلامتی و در مجموع همه توانایی‌های شما به این امر بستگی دارد که چگونه خود را در ذهنیت خود ببینید. بسیاری از افراد به خاطر شرایط نامساعد تربیتی
تصویری ضعیف و ناتوان از خود در ذهن دارند. گفتن عباراتی مانند من عصبی هستم، کمرو و خجالتی هستم، ریاضیاتم خوب نیست، آشپزی بلد نیستم، اصولا دست و پا کلفتی هستم و همگی نمایانگر آن است که شخص دایره فعالیت خود را در ذهنش محدود ترسیم کرده است. فراموش نکنید که شما مسئول باورها و معتقدات خود هستید. بنابراین اگر به ناسواب بودن سخنانی که بزرگترها در دوران طفولیت به شما گفتند یقین دارید، مجبور نیستید همچنان آنها را بپذیرید. باورها و آموخته‌های نادرست را از ذهن خود بیرون کنید تا ذهنتان برای پذیرفتن واقعیت‌های تازه آماده شود. همه چیز از ذهن آغاز می شود. منظور من از تأثیر تصاویر ذهنی بر رفتار این نیست که اگر صرفاً تصاویر دلها خواه خود را در ذهن ترسیم کنید زندگیتان دگرگون می شود، بلکه بر این باورم که برای هر گونه تغییری نخست باید از تصاویر ذهنی شروع کنید، زیرا این تصاویر در زمین باطن به عنوان یک تجربه به حقیقت پیوسته تلقی می شود و رفتار و اعمال شما ناخودآگاه بر اساس این تصاویر شکل می گیرد. به همین دلیل وقتی منفی و مضطرب و هراسان هستید، مردم رویدادها و شرایطی را به سوی خود فرا می خوانیم که می خواهیم از آنها بگریزیم. مثلا اگر شما در کار خرید و فروش املاک هستید و در یک معامله در ذهن خود مجسم می کنید که کارها بر وفق مرادتان نخواهد بود و به خودتان بگویید این مشتریان فقط وقت مرا تلف می کنند و مزاحم من می شود و پس از آنکه 14 مورد ملک را به آنها نشان دهم هیچ کدام را نخواهند پسندید. این برنامه را در ذهن خود که مانند یک کامپیوتر عمل می کند ذخیره کرده اید. دقیقا مثل آنکه نزد آنها رفته و بگویید من خوب می دانم که شما خریدار این ملک لعنتی نیستید و فقط می خواهید وقت مرا تلف کنید. و به این ترتیب خودتان با تجسمات منفی عملا زمینه ساز عدم موفقیت در کارتان شده اید. قوه تخیل باورها را تحقق می بخشد، زیرا هر زمان که چیزی را در ذهن خود مجسم می کنید انتظار به ثمر رسیدنش را دارید و در نتیجه با توجه به آن تصویر تصمیم می گیرید و عمل می کنید. در تدارک بیخوابی، بسیاری از مردم از خوب نخوابیدن شکایت دارند. غافل از آنکه ناخودآگاه با ترسیم تصاویر منفی بر پرده ذهن سبب ساز آنند. فرض کنید که شبی از یک مهمانی به خانه مراجعت می کنید. نگاهی به ساعت خود می اندازید. ساعت 2 بامداد را نشان می دهد و شما هم فردا 6 صبح باید در جلسه مهمی شرکت کنید. با خود فکر می کنید که فقط حدود 4 ساعت برای خوابیدن وقت دارید. این تصور که فردا به علت کمبود خواب خسته خواهید بود، حداقل 1 ساعت شما را بیدار نگاه می دارد. سپس به ساعت خود می نگرید، ساعت 3 بامدار را نشان می دهد. اغتشاش فکری شما شدت می یابد. مغزتان آن را به سلسله اعصاب مخابره می کند. عضلات منقبض می شوند و بیخوابی به سراغ شما می آید. صبح که از خواب برمی خیزید انتظار دارید که تمام روز خسته و کوفته باشید و با خود می گویید امروز دیگر قادر به انجام هیچ کاری نیستید، تا اینکه یکی از دوستانتان از راه می رسد و خبر مسرت بخشی به شما می دهد. تمام خستگی شما به یک بار ناپدید می شود، زیرا برنامه خوشحالی و مسرت به کامپیوتر مغز شما و سپس به سلسله اعصابتان مخابره شده است. احساس بیخوابی و خستگی هم مانند سایر احساسات و هیجانات مثبت و منفی به انتخاب و تصمیم خودتان بستگی دارد. جوانی یا کهولت، انتخاب با شماست. سن شما نیز به روحیه و تصویری که از خود
در ذهن دارید وابسته است. یعنی این شما هستید که خود را سزاوار جوانی می دانید و یا با پذیرش ایده های غلط پیری را به خود راه داده در نفس خود وامانده می شوید و در نتیجه آثار و علائم پیری رفته رفته بر چهره و اندامتان ظاهر می شود. چندی پیش هنگام دویدن صبحگاهی با مردی 94 ساله آشنا شدم. او گفت که 3 بار ازدواج کرده و هر 3 همسرش از دنیا رفتند و به زودی قرار است با بانویی که 51 سال از او کوچکتر است ازدواج کند. او 60 ساله به نظر می رسید. گفت که هر روز حدود 6 مایل می دود و در طی روز بسیار فعال است. با وامی که اخیراً تقاضا کرده بود موافقت نکرده بودند و او که خود دلخور بود می گفت نمی دانم مشکل چیست. من که اعتبارم خوب است و همیشه بدهیم را به موقع پرداخت کردم. به او گفتم علت آن است که باز پرداخت وام از سوی یک پیرمرد 92 ساله قابل اطمینان نیست. گفت یعنی چی؟ نمی فهمم. صحبتهایش به خوبی آشکار بود که کهنسالی را به خود راه نداده و بر این باور هم اصرار دارد و همین اعتقاد بود که او را جوان و سرافا نگه داشته بود. کمی درباره پسر بزرگش صحبت کرد و گفت که او دیگر به خط آخر رسیده و کارش تمام است. مادرش هم در همین سن از دنیا رفت. پرسیدم پسرش چند سال دارد؟ گفت 73 سال و سپس عکسش را به من نشان داد. وقتی به عکس نگاه کردم یکی خوردم. او با چهره‌ای چروکیده، ریشی سفید و بلند چنان به نظر می رسید که پنداری پدر بزرگ اوست. سالهای زندگی نمایانگر کهولت نیست، بلکه فرسودگی ظاهری حاصل نگرش منفی و احساس بی‌ثمر بودن است. پس بکوشید در آینه دل خود را جوان ببینید و راه را بر پیری و کهنسالی سد کنید. جویندگان بیماری. همانطوری که به کرات اشاره کرده ام، هر تصویری را که بر ذهن آورید در کامپیوتر مغزتان به عنوان یک واقعیت ذخیره می شود و سپس شما بر اساس آن واقعیت عمل می کنید. اگر مدام از بیماری سخن به میان آورید و افکارتان اغلب حول آن دور بزند، مزاج خود را مستعد بیماری کرده اید. برای مثال فصل سرما فرا رسیده، 44 ایالت را فرا گرفته و سرماخوردگی و آنفولانزا شروع پیدا کرده. تصویری را در ذهنتان مجسم می کنید، کتب کرده اید، سرفه می کنید و باید نزد طبیب بروید و 1-2 هفته در منزل استراحت کنید. در حالی که در انتظار ابتلا به سرماخوردگی هستید، به بچه های خود یادآوری می کنید که کاملا مواظب خودشان باشند. اعتقاد بر سرایت بیماری چندان در انتظارتان نمی گذارد و به زودی به آن مبتلا می شوید، زیرا با تجسم توقع و انتظار پیش می آید و سپس با انتخاب خودتان مغز شما با توجه به تصاویری که به آن سپرده اید به سیستم اعصاب پیام بیماری را مخابره می کند. برای اینکه به نیروی اندیشه و تجسم در به وجود آمدن واکنش های فیزیکی واقف شوید، آزمایش زیر را انجام دهید. در ذهن خود مجسم کنید که لیموی در دست دارید. به برجستگی دو سر آن و به رطوبت روی پوستش توجه کنید. آن را در دست گرفته احساسش کنید و کمی بفشارید و سپس از وسط آن را ببرید. انگشت خود را روی نیمه ای از آن بمالید و رطوبتش را احساس کنید. حال لیمو را به بینی خود نزدیک کنید و آن را ببویید. مشاهده می کنید بزاق دهانتان جاری می شود. در این آزمایش با استفاده از نیروی تجسم بزاق را در دهان خود جاری کرده اید تا دهانتان در برابر هجوم اسید سیتریک مسون نگاه دارد. بیماران سرطانی در انستیتوی سرطان شناسی سیمونتون در ایالت تگزاس آمریکا با استفاده از این تمرین و با توسل به نیروی اندیشه موفق شدند
تا حدود 25% در روند بیماری بهبودی نسبی به وجود آورند. چندی پیش برادرم با تلفن راه دور با من تماس گرفت و گفت که احساس می کند دارد سرما می خورد. او می گفت که در آن لحظه آن را در بینی خود حس می کند و تا فردا هم به حلق و گلویش رعایت می کند و تا روز چهارشنبه هم مطمئناً مثل همیشه به سینه پهلویش می رسد و روز پنجشنبه هم احتمالاً تب می کند و روز جمعه مجبور است مرخصی بگیرد. ملاحظه کنید که او فقط با یک فین فین کردن و بینی بالا کشیدن در صبح دوشنبه در باره مرخصی روز جمعه سخن میگوید. از او تقاضا کردم که فقط در ذهنش مجسم کند که چقدر به گفته هایش بیتوجه هم. در حقیقت او با انتظار از وخیمتر شدن وضعیت تصویر این وخامت را بر پرده خیال مجسم می کرد و ناخودآگاه این سو و آن سو در جهت بدتر شدن وضعیت گام بر می داشت و در نهایت بیماری را به سوی خود می کشید. هرگز در برابر کودکانتان از بیماری سخن نگویید، بلکه همیشه بگویید که در اثر بی احتیاطی ناراحتی مختصری پیش آمده و به زودی رفع می شود. به خاطر می آورم که در دوران کودکی و زندگی در پرورشگاه مربی ما خانم اسکاروف که زن جالب و با نفوذی بود و بچه ها هشدار می داد که اگر به هنگام شب پنجره را باز بگذارید و در مقابل کوران بخوابید سرما خواهید خورد و من توجه کردم که هر بار او این موضوع را یادآوری می کرد فردای آن روز تعداد زیادی از بچه ها سرما می خوردند. اما من که چنین چیزی را باور نداشتم پنجره اتاقم را باز می گذاشتم و از سرماخوردگی هم خبری نبود. به طور کلی انتظار از سرایت بیماری مزاج را مستعد می کند. ترس نیز از مقاومت بدن می کاهد و در نتیجه راه ابتلا به ناخوشی هموار می شود. تنگی نفس نیز از جمله بیماری هایی است که اغلب به وسیله تلقین و اعتقاد بیمار به این ناخوشی گریبان گیرش می شود. شخص ناخودآگاه میل دارد با این بیماری زندگی کند. به همین دلیل در جایفترین سطوح درون خود به آن می چسبد. اگر به او بگویید که با ناخوشیش در اثر افکار و اعتقادات نادرست و بیماریزاست خشمگین می شود، زیرا چسبیدن به آن را امری اجتناب ناپذیر می داند و همواره انتظار دارد مردم به بیماریش توجه داشته باشد، آن را جدی تلقی کنند و درباره‌اش سخن بگویند. به همین دلیل برای ادامه واکنش‌های منفی خود تا آنجا که بتواند تلاش می‌کند تا تایید وضعیت خود را از دیگران بگیرد. در عمل پیوند قلب که در ایالت کنتاکی آمریکا انجام شد، برای اطمینان از موفقیت از میان تعداد زیادی بیمار داوطلب که فقط چند روزی به آخر عمرشان مانده بود، تنها کسانی را برگزیدند که از اندیشه و نگرش مثبت برخوردار بودند. هیپنوتیزم هم چیزی به جز تغییر دادن افکار و باورهای شخص نیست و از آن در پزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. برای مثال دندانپزشکان بدون آن که بیمار را بیهوش کنند و یا دارویی تجویز کنند او را به خواب هیپنوتیزمی میبرند، سپس بدون آن که شخص احساس دردی داشته باشد ساعتها بر روی دندانهایش کار میکنند. شفا از درون خود ما میآید. چندی پیش نوایی از یک روانشناس به نام رامداس دریافت داشتم که حاوی مطالب بسیار جالبی در مورد یک راهب و پسر بانوی از پیشوایان کیش بودا بود. این بانو از پسرش بسیار آزرده خاطر بود، زیرا پسر برخلاف میل مادرش مأمور مبارزه با مواد مخدر در تایلند بود، کشوری که بالاترین میزان اعتیاد به مواد مخدر را دارد. این زن به پسرش می گفت که به جای مجازات و زندانی کردن این افراد
چرا مطابق دستورات بودای مقدس عشق نثارشان نمی کند تا از چنگال اعتیاد نجات یابند. راهب جوان از مادر پرسید که چگونه می تواند چنین کاری کند. آن زن روحانی در پاسخ گفت که باید معتادین را به مدد نیروهای باطنی درونشان مداوا کرد. او سپس پسرش را تشویق کرد که برای شناخت این نیروها به اعمال مختلف ریاضت در پیش بودا توسل جوید و نیروهای مکتوم در اعماق ضمیرش را از حالت نهفتگی و خفگی درآورد. ریاضت بخش بسیار پرمشقت و دشواری در پیش بوداست و شخص باید حدود 130 مورد کارهای شاق و سخت انجام دهد. مثلا مجبور است بدون دوشک روی کف اتاق بخوابد، بسیاری از چیزها را نخورد، با جنس مخالف روبرو نشود، چون او فکر میکرد که معتادین در تایلند بسیار مهار نشدنی هستند. خودش نیز 30 مورد ریاضت به این تمرینات اضافه کرد. بنابراین همه روزه 160 مورد ریاضت را تمرین می کرد. این ریاضت های شاق و متعدد در جسم و جانش طوفانی به پا کرد و به او شجاعت و شجاعت بخشید و غرایزش را مهار کرد و موجب شد تا نیروهای عظیم باطنیش سر برآورند. رامداس می گوید که وقتی این راهب را پس از این تمرینات ملاقات کرد، او به مانند تنه قطور یک درخت محکم و استوار به نظر می رسید. این جوان به تایلند بازگشت و با هماهنگی با مسئولین مواد مخدر در این کشور کامیونی را به خیابان‌های شهر بانکوک برد و خطاب به معتادین گفت که اگر می خواهند از چنگ هروئین بگریزند، سوار بر کامیون شوند و تضمین کرد که پس از یک هفته اقامت در صومعه اعتیاد را ترک خواهند کرد. همه هفته تعداد زیادی از معتادین سوار بر کامیون می شدند و هفته بعد پس از بازگشت عده دیگری به صومعه می رفتند. همانطوری که می دانید ترک هروئین سخت‌ترین کار است و غلبه کردن بر آن اراده بسیار قوی می خواهد. او در این اولین جلسه به معتادین یادآوری می کرد که این آخرین فرصتی است که می توانند خود را از این وصله دهشتناک نجات دهند و کمر راست کنند. سپس در مقابل چشمان حیرت زده آنها مقداری هروئین مصرف می کرد و بعد به مدد نیروهای اعجازگر باطنی در مقابل آن مقاومت نشان می داد و هیچ گونه واکنشی از خود ظاهر نمی کرد. سپس خطاب به معتادین می گفت: من از نیروی خلاق سرشارم. من قوی تر از اعتیادم. من درمان هستم. و بدین ترتیب معتادان را متقاعد می کرد که به قدرت شفادهنده هستی خیش ملحق شوند و غرایز تند و سرکش و لگام گسیخته را از کنام خود بیرون رانند و زنجیرهای اعتیاد را در هم شکنند. قدم بعدی پالایش و تطهیر جسمانی بود که استغفارهای متعدد را به همراه داشت. در این مرحله سیستم جسمانی از این ماده شیطانی پاک و منزه می شد. شنیدن این ماجرا از این جهت برایم جالب توجه بود که ثابت می کرد همه ما می توانیم به اصل تندرستی و قدرت شگرف آن که در ذات هستی ما جریان دارد متوسل شویم و بخواهیم تا هر گونه ناخوشی، بیماری و اعتیاد را در وجودمان ریشه‌کن کند. وقتی شما یکی پک به سیگار می زنید، دود از مجرای مری وارد معده ریه و در نهایت جریان خون می شود و در حقیقت با سم یک پارچه و عجین می شوید و برای تغییر این عادت هرگز نباید به دنبال روش خاصی باشید، بلکه باید بر کنش خیش تمرکز کنید و با توسل به نیروی شفابخش ذات اتحاد و اتفاق را با سم بکشید. و
برای این کار خود را مجسم کنید که در کمال سلامت و نشاط سیگار نمی کشید. هر روز و هر دقیقه تصاویر ایدئال خود را که سیگار نمی کشید با تمام جزئیاتش در ذهن مجسم کنید. برای تصویر حتی می توانید این تصاویر را بر روی چند کاغذ ترسیم کرده و آن را در مکانهای مختلف خانه یا محل کار بچسبانید تا این تصاویر بر ذهنتان حک شود. اظهار جملات مثبت نیرومند از قبیل من نیرومند و سرزنده ام. بله، من کاملا قادر به انجام این کار هستم می تواند موجب تقویت نیروی درونی شما شود. اصولا برای ترک سیگار، الکل و هر گونه ناخوشی ابتدا باید در نظام اعتقادی خود تجدید نظر کنید و به حل مسائل جرف درونی بپردازید. باید بپذیرید که خودتان در ایجاد آن نقش داشته اید و متقاعد شوید که باید به خود متکی باشید و برای شفا به چیزی برون از خود نیاز نداشته باشید. عباراتی از قبیل قصد دارم سیگار را ترک کنم، میخواهم وزنم را کاهش دهم، حاکی از آن است که شخص این کار را دشوار یافته و متکی به عوامل خارجی است. به علاوه چنین جملات منفی مانع از ترسیم تصاویر مثبت در ذهن می شود و در نتیجه موانعی در برابر اصل درمان کننده ایجاد می کند. گفتار و اعمال ستیزجویانه و منفی در اصل با قوانین حیات در تعارض است. به بیانی دیگر، جنگ و ستیز با هر چیز راهی است مطمئن به سوی شکست و ناتوانی. به همین دلیل مبارزه با مواد مخدر هرگز موفق نبوده است، زیرا به هر صورت نوعی جدال و کشمکش است. اگر وزنتان زیاد است و خود را ملامت می کنید که باید با رژیم غذایی ورزش و دوچرخه سواری به پیکار با آن برخیزید، مانع از هر گونه تغییری خواهید شد، زیرا فقط در شرایط آرام انفعالی و پذیرا شونده است که می توان به نیروهای اعجازگر درون متوسل شد. مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید. شخصیت کنونی شما بر حسب انتخاب و گزینش خودتان شکل گرفته است. اگر کمرو و خجالتی هستید، ژن کمرویی و خجالت را به ارث نبرده اید، بلکه آن را به عنوان خلق و خوی خیش برگزیده اید. اگر آتشی مزاج هستید، عصبیت را به عنوان یک عادت پذیرفته اید. جیمز آلن میگوید اوضاع و احوال زندگی هر کس نمایانگر طرز فکر اوست. به عبارت ساده، زندگی محصول تفکر و اندیشه ماست. در ایالت فلوریدا حوالی آپارتمانم یک محله فقیرنشین وجود دارد که دارای بالاترین میزان بیکاری در ایالت فلوریدا است و در این حال کثیف‌ترین منطقه این ایالت به شمار می آید. برای هر کس این سوال پیش می آید که چرا محله‌ای که اکثر ساکنین آن بیکارند تا این حد کثیف و به هم ریخته و پر از زباله است. هر بار از این محله عبور می کنم عده‌ای را می بینم که در گروه های چند نفری به قماربازی مشغولند و عده دیگر هم در حال خرید و فروش مواد مخدر هستند. این جماعت تمام روز وقت آن را دارند که به پاکیزگی محیط زندگی خود بپردازند، در و پنجره خانه های خود را رنگ کنند و محیطی تمیز و آراسته برای زندگی خود فراهم آورند. اما آنها محیط زندگی خود را اینچنین برگزیدند: اگر پول کلانی به دست نمی آورید، وگر زندگی بر وفق مرادتان نمی گذرد، به این دلیل نیست که در فلان خانواده به دنیا آمدید، رنگ پوستتان چنین است، با
با فلان شخص ازدواج کرده اید یا فلان کس رئیس شماست، بلکه همه چیز به نگرش ها و باورهای شما بستگی دارد. برای بسیاری از مردم کار شاقی است که مسئولیت رویدادهای زندگیشان را تماما به عهده گیرند. به جای اینکه بگویید چرا همسرم، فرزندانم، رئیسم چنین کردند، باید بگویید چه کردم که به همسرم، فرزندانم و رئیسم اجازه دادم با من چنین رفتاری داشته باشند و چگونه می توانم به آنها بیاموزم که دیگر تحمل چنین رفتاری را ندارم. روزولت گفته به نقص و جالبی دارد. او می گوید هیچ کس نمی تواند شما را آلت دست کند مگر با رضایت خودتان. اگر مسئولیت نابسامانی ها را به گردن نگیرید، راه را برای هر تغییری سد کردید و باید آنقدر منتظر بمانید تا آنچه یا آن کس که با شما چنین کرده روزی به دلخواه رفتارش را با شما تغییر دهد. قبول مسئولیت اگرچه ناگوار است، اما نیروی محرکه‌ای است که توانایی بهبود شرایط را در انسان به وجود می آورد. برخی از مردم می گویند برای تو بسیار آسان است که درباره عشق و شادمانی و احساسات مثبت سخن برانی، زیرا تو یک نویسنده معروف و یک میلیونر هستی و هر چرا که یک انسان در پی آن است در اختیار داری. پاسخ من به این جماعت آن است که من حاصل یک خانواده فقیرم که سرپرست دائم الخمر بودن آن خانواده را رها کرد و در نتیجه من به اجبار در یک پرورشگاه بزرگ شدم. بنابراین ثروت و شهرتم را مرهون نگرش و اعتقاداتم می دانم. نه آنکه شرایط کنونیم باعث شده باشد که افکار و احساسات خوب، دلپذیر و خوشایند را با آب و تاب بیان کنم. زندگی شما با استاب ذهنیات شماست و میزان توانایی های روحیتان را آشکار می کند.